سلام و عرض ادب، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. عبدالرضا صدرالدینی هستم در خدمت شما با یه مارکت ریپورت جدید در رابطه با طلا. چند نفر از دوستان امر فرمودن که من نظرم را در رابطه با طلا بگم. تو من کوچیک‌تر از اون هستم ولی خواستم چیزی که به صورت تکنیکال می‌بینم رو خدمتتون عرض بکنم. اگر دوستان قبلا در واقع فالو کرده باشن تحلیلی که من از طلا داشتم، حتما حضور ذهن دارن که این در واقع در اینجا ما یک موج 3 اصلی داشتیم و اینجا یک موج 4 اصلی که داره روند به سمت موج 5 اصلی میره بالا. در طی مسیر موج در واقع 5 ما بازریز موجهای ما به این صورت 1 و 2 در واقع تشکیل شدن و در مسیر موج 3 هستیم. اگر نگاه بکنید اینجا در واقع ما یک موجی رو به این صورت تکمیل کردیم و یه اصلاح تا اینجا شکل گرفته. در واقع به نظر میاد موج 3 بسیار اکستند و طولانی رو در موج 5مون خواهیم داشت. در واقع طبق نظر آقای دکتر بیل ویلیامز در کمودیتی ها بیشتر از اینکه موج 3 اصلی، یعنی چیزی که اینجا عرض شد خدمتتون، در واقع اکستند بشه، موج 5 هستش که اکستند میشه. پس انتظارات برای موج 5 ما خیلی بالاست و عددهای 3000 4000 دلار در واقع دراز مدت دور از ذهن نیستش. چیزی که میخوام عرض بکنم به این صورت هستش، ما یه موج 1 و 2 داشتیم، یه موج در واقع 3 و 4 و یک موج 5. موج 5 ما اینجا اکستند خواهد بود در دراز مدت. و اما چیزی که الان در حال حاضر دیده میشه خدمتون عرض بکنم، ظاهراً ما بعد از اینکه اینجا در واقع یک موج 1 و 2 داشتیم، ظاهراً یه موج 1 و 2 دیگه در موج 3 داریم که در موج 3 از 5 که به سمت بالا بره. این تأکیدی که من روی این قصه دارم این هستش که این اصلاح در بدترین حالت، در بدترین شرایط نباید اینجا رو بزنه و اینجا عددش در واقع یه چیزی حدود 1440-50 دلاره. اگه چنین چیزی اتفاق بیفته، اون موقع تمام تحلیل هایی که من دارم خدمتون عرض می‌کنم تا الان اشتباه هستش و امکان داره روند طلا نزولی بشه، چیزی که بسیار بعید به نظر میاد. یکی از دلایل اون این هستش که الان طلا بالاترین نقطه‌ای رو که در سال تقریبا 2011 داشته زده و اگر نگاه بکنید یک روند صعودی رو در واقع داشته و این های رو زده و نشان از این داره که ما روند صعودی رو به صورت غالب داریم. پس ریزش تا این نقطه‌ای که دارم عرض می‌کنم در واقع بسیار دور از ذهن به نظر میاد. بذارید من یه مقدار اینجا رو ترتمیز بکنم و خدمتتون عرض بکنم دیگه چه چیزهایی رو میتونم خدمتتون عرض بکنم. خب پس روند غالب ما مشخص شد که یک روند غالب صعودی هستش و حالا این هستش که در تایم فریم های پایین‌تر ببینیم در چه شرایطی قرار داریم. من تایم فریمم رو در واقع پاک میکنم و این رو هم بذارید پاک بکنم، برم در تایم فریم دیلی. الان در تایم فریم ویکلی بودیم. در تایم فریم دیلی در واقع چیزهایی که ما اینجا داریم از این نقطه‌ای که عرض کردم خدمتتون اجازه بدید، اینجا 1450 دقیقا نقطه‌ای که اگه بشکنه بره پایین در واقع نقطه فیل استراتژی هستش که دارم عرض بکنم خدمتتون. و علی ظاهر ما اینجا یه موج 1 و 2 داریم که اینجا ظاهرا موج 3 و 4ش میخواد شکل بگیره. 4 رو علامت سوال میذارم چون هنوز نمیدونیم کجا هستش و باید بررسی بکنیم ببینیم که از این مسیری که در واقع اینجا هستش، این کادر اصلاحی که ما داریم چگونه شرایط خواهد بود. خب اجازه بدید من دوباره اینها رو پاک بکنم. چند تا سناریو اینجا محتمل هستش. من این رو در واقع چون تو این قسمت کار داریم باز یه تایم فریم میرم پایین تر، شاید دید بهتری رو خدمت دوستان بده و بتونیم در واقع بهتر و بیشتر روش کار بکنیم. خب ما اینجا هستیم. عرض کنم خدمت شما که چند تا قضیه اینجا میتونه صادق باشه. اول اینکه در موج 3 ما که این بالا تمام شده، یک موج A برای در واقع
اصلاح موج 4 مون رقم خورده باشه و بعد از اون هم یک موج سی اینجا رقم خورده باشه و ما یک موج بی در واقع مثلث رو اینجا تجربه کرده باشیم. به این صورت که عرض میکنم خدمتتون، ببینید از اینجا بیاد اینجا A B C D و E. پس اینجا یه A بزرگ داریم، اینجا هم یک B بزرگ داریم و اینجا C. این سناریوی اول رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اینم A B C D و یه E کوچک این زیر باید قرار بگیره. این هم E. این به این صورت که ارسال خدمتون میتونه یه ABC باشه و اینجا رو ما باید کف کار بدونیم و انتظاراتمون در واقع سعودی هستش. حالا چیزی که باید ببینیم در واقع چقدر احتمال داره که اتفاق بیفته. این سناریو زمانی فیل میشه که با این رنگ آبی من اینجا رو خدمتون بکشم. این سناریو راستش رو بخواید اول باید این دوتا نقطه رو یه نگاهی بندازم و بعد بگم. من الان نظرم روی این نقطه هستش، ولی اجازه بدید اینجا رو من یه نگاهی بهش بندازم ببینم که به چه صورت هستش تا دقیق تر خدمتون بگم. خب من این پایین رو اینها رو میخوام در واقع بررسی بکنم ببینم لوشون به چه صورت هستش. ظاهرا این پایین تر از این دوتا هستش، ولی باز هم من یه مقدار این لوش 18.48.69 هستش، 18.54 خب بالاتر هستش، نه ببخشید 18.48.69. خب همین به ما اثبات میکنه که در واقع این رو نمیتونیم به راحتی موج جدید قبول بکنیم. این چنده؟ 18.48.85. خب در واقع این چیزی که میبینید 1.2.3.4.5 برای موج قبلی هستش. خب اجازه بدید من اگرم تو 4 ساعته. خب عرض بنده این بودش طی این چیزی که دیدین. ببخشید من میخواستم پاک کنم اشتباهش. نقطه فیل استراتژی که من عرض کردم روند سعودی رو انتظار داریم این هستش که اینجا زده بشه. اگه این عدد زده بشه، یعنی تقریبا 1873 دلار زده بشه، اینجا رو عرض میکنم ما روندمون سعودی خواهد بود و این استراتژی و سناریوی شماره 1 ما در واقع ابطال میشه. مطلب بعد این که الان نقطه رهایی ما که شما میتونید بای استاپ بذارید برای رشد اینجا هستش. اگر میخواید پوزیشن بگیرید اینجا میتونید در واقع کمترین میزان پوزیشن مثلا 1/100 اکانتتون رو بگیرید و مطمئن باشید بعد از یه بالا رفتن بر میگرده یه پول بک میزنه در واقع به این ناحیه. شما من با رنگ دیگه براتون ترسیم میکنم. شما میتونید 1% پوزیشن اینجا بگیرید و زمانی که پول بک زد روی در واقع این ناحیه که خدمتون عرض شد اینجا بیاید مدار پوزیشنتون اینجا اضافه بکنید. حالا من پلاس پی میزنم، یعنی پوزیشن اضافه بکنید که برگرده بره بالا. شما 1% اینجا اضافه کنید، یه مقدار پوزیشن اینجا اضافه کنید. اگر اینجا رو دوباره حالا هر مقدار رفت بالا بریک آت داد، شما دوباره اینجا میتونید پوزیشن اضافه بکنید. یعنی اگر این نقطه پایین رو نزد، این علامت زبدر یعنی در واقع نزدن، اگر نزد و اومد این بالا این نقطه ای رو که عرض کردم خدمتون زد، بای استاپ میذارید یه مقدار پوزیشن میگیرید. دقت کنید اولین بای استاپ باید زده بشه، بعد بیاید اوردرهای دوم و سوم رو بذارید. اگر نه امکان داره قبل از اینکه چارت به اون مرحله برسه
بذارید من اینا رو پاک بکنم قبل از اینکه چارت به اون مرحله برسه، در واقع بره پایین و فقط پوزیشنش پایین. چون من عرض کردم شما تو این ناحیه میتونید مثلا پوزیشن بذارید، چارت الان بیاد بالا این پوزیشنتون رو باز کنه و قبل از که برسه اینجا که شما خیالتون راحت بشه برگرده پایین، یعنی در واقع اینجوری بشه. اصل کار این هستش که این پوزیشن اینجا باز بشه، اگر این باز شد رفت بالا اومد پایین پول بک زد، پوزیشن دومتون باز شد و وقتی دوباره رفت بالا پوزیشن سومتون رو بریک آوت، اینجا پوزیشن سوم. پس 1 2 3 باید دقیقا به همین ترتیب در واقع شما پوزیشنتون رو بگیرید که عرض شد. من دوباره پاک میکنم اینجا رو خدمتون عرض میکنم چون این مسئله خیلی مهمه، خیلی حرفه‌ای باید عمل بکنید. اینجا رو اگر زد به اندازه 1/100 فرض بفرمایید، برمیگرده توی اینجا توی این ناحیه به شما یه پول بک میزنه، به این صورت فرضاً میره بالا میاد پایین پول بک میزنه، اینجا میتونید افزایش پوزیشن داشته باشید. اگر این اتفاق افتاد و برگشت بالا، اینجا میتونید در واقع پوزیشن اصلیتون هر مقداری میخواید اضافه بکنید. من اینو تو کادر قرمز میکشم، اینجا و اینجا هنوز ریسک دارید، ولی اگر بیاد اینجا رو بریک آوت کنه به سمت بالا، شما ریسک سرمایه گذاریتون به شدت کاهش پیدا میکنه و میتونید در واقع رشد خوبی رو ازش بگیرید. اینها همه منوط بر این بودش که این کف زده نشه. خب اجازه بدید سناریوهای بعدی رو هم خدمتون عرض بکنم، یه مقدار متفاوت با این چیزی هستش که تا الان عرض شد. میگم در واقع شما وقتی که سناریوها رو کنار هم میشینید یه پرفرد دارید، سناریویی که بیشترین احتمال وقوع رو داره، و بعد از اون آلترناتیو ها رو دارید که امکان داره وقوع پیدا کنه و شما باید برش آگاه باشید که بتونید در واقع استراتژی هاتون رو داشته باشید. خب یه کانال خیلی خوب از اینجا میشه به این صورت ترسیم کرد، همین جوری که میبینید میشه یه کانال ترسیم کرد. من این یکی رو بردم در واقع از اینجا، من میخوام همین رو داشته باشه همین رو داشته باشه، فکر کنم الان جاش خوب باشه. خب ببینید ما در یک کانال نزولی قرار داریم که حالا فارغ از اینکه اینجا موج A بود که اون چیزی که اول عرض شد، ما در یک کانال نزولی قرار داریم که ساپورت و رزیستنس خوبی رو برای ما ایجاد کرده. همینجوری که میبینید در واقع اینجا اولین واکنش بوده، دومین واکنش، سومین و چهارمین واکنش کنار هم و پنجمین واکنش رو داشته. در واقع خط روندی که بالا کشیده شده خط روند بسیار مستحکمی هستش. در پایین هم یک نقطه اینجا داریم، اینجا در واقع شکست اتفاق افتاده، یه مقدار ضعف ایجاد کرده، اینها در واقع رسپکت انجام دادن دقیقا تاش نشده و همینجا دو سه بار هم اینجا میبینید که این اتفاق افتاده. بنابراین مادامی که این خط روند بالایی شکسته نشده میتونه این در واقع نوسانات به سمت پایین اتفاق بیفته. خب تا کجا این نوسانات میتونه اتفاق بیفته؟ اگر یادتون باشه عرض شدش که 1845 در واقع جایی هستش که نقطه فیل استراتژی در تایم فریم بالاست، ولی ما خیلی کمتر از اونها رو باید الان در نظر بگیریم. بذارید من الان دوباره به اونها رسیدگی خواهم کرد. ولی اگر ما طبق اعلام قبلی که گفتم اگر در واقع این نقطه رو بزنه و بعد این نقطه رو بزنه، ببخشید نقطه اول این نبود، من اشتباهم رو اصلاح بکنم، عرض شد اگر این نقطه رو بزنه شما میتونید در واقع توی رفت و برگشت پوزیشن اضافه کنید. دقیقاً به همین صورت که کشیدم، اگر رفت بالا طبق همون سناریوی 1 2 3 پوزیشن گیری شما به این خط روند نارنجی ما پول بک زد و اومد بالا، در واقع این پول بک ریسک شما رو بسیار بسیار میاره پایین و این میتونه بسیار به شما کمک بکنه که در واقع جهتگیری بکنید، روندتون رو پیدا کنید به سمت بالا.
من خواهشی که دارم ازتون رو طلا ترید نکنید، اینوست بکنید. یعنی شما خرید بکنید برای تارگت های 3000 دلار 4000 دلار، شاید 2 سال طول بکشه، ولی شما اگر توی هر سوینگی که اتفاق میفته در روزانه شما یه مقدار حجم اضافه بکنید و حجم قبلیتون رو بتونید در واقع بیاید ریسک فری بکنید، استاپ لاس بذارید، میتونید در واقع شاید با یه عدد 10000 دلار ظرف 1 سال یا 2 سال اگر به 3000 دلار برسه یه عددی بین 50 تا 100 هزار دلار کاسب بشید. اینی که میگم 50 تا 100 هزار دلار خیلی اختلاف داره، چون من اولا نمیدونم چند تا سوینگ قرار اتفاق بیفته، دو اینی که شما استراتژی رو به نحو احسن بتونید انجام بدید خیلی مهم هستش. ابتدا اصلا بخاطر اینکه تعداد سوینگ ها رو نمیدونم و بعد اینکه شما مسلط به استراتژی باشید میتونه عدد 10000 دلارتون به 50 تا 100 هزار دلار ظرف 2 سال در واقع ارتقا پیدا بکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که روی طلا اینوست بکنید تا ترید. من ازتون اجازه میخوام که بخش اول صحبتم رو همینجور به پایان ببرم. ویدیو بخش دومی داره که من سناریو رو ادامه میدم، اونجا سناریو در واقع آلترناتیو رو، ولی میترسم مشکل پیش بیاد، اجازه بدید فعلا اینجا کات بکنم و عرضم رو در بخش اول به پایان ببرم.